وقتی که من بدبینم، باید کاری که باید بکنم اینه که اقرار بکنم من بدبینم، متوجه بشم، نجنگم، بفهمم من بدبینم دیگه، بذار برم خودم رو نجات بدم، من سوختم و سوزوندم، به هیچ جام نرسیدم. بعد ریشه یابی بکنم، کمک حرفه‌ای رو حتما حتما بگیرم، بعضی وقتا دارو درمانی رو که حتما باید بگیرم، سعی بکنم ببخشید، سعی بکنم که حتما تغذیه‌مو خوب بکنم، یعنی اون خودخواهی سالم، من بهش میگم healthy selfishness، خودخواهی سالمو به خودم بدم، قشنگ غذامو تغذیه‌مو خوب بکنم، مهم نیست بچه‌م خورده یا نخورده، خانومم یا شوهرم خورده، خودم، برای اینکه این تغذیه خیلی مهمه، تغذیه‌مو خوب بکنم، آرامشمو بیشتر بکنم، ریلکسیشن رو یاد بگیرم، تکنیک‌های ریلکسیشن رو یاد بگیرم، نفس کشیدن و همه اینا رو، بعد نگاه بکنم به این پرونده‌های لعنتی گذاشتم که ریشه‌یابی هم کردم یا روانکاوم برام ریشه‌یابی کرده، کمکم کرده، که این پرونده لعنتی چقدر منو سوزون، چقدر حال و آینده منو داره خراب میکنه، من با گذشتم حال آیندهمو خراب نکنم، یک بار بیایم تو این دنیا، چرا با این بیماری بدبینی خودمو، حالمو و آیندهمو و دیگرانو بسوزونم؟ میخوام زندگی کنی، لذت ببری از زندگی کردنت، یادم باشه که زندگی میتونه رنگی هم باشه، نمیتونه انقدر سیاه و یا سفید باشه، به خاطر این گری میشه رنگ خاکستریه، چون هیچ چیزی سیاه و سفید نیستش. و این آرامشم رو ادامه بدم، به شکم شک کنم، فکر نکنم همیشه من درست میگم، از منطقم استفاده کنم، برای اینکه انسان بدبین نمیتونه از منطقش استفاده کنه، فکر میکنه از منطقش داره استفاده میکنه، چون پازلا رو میذاره بغل هم، در صورتی که داره از عواطفش استفاده میکنه که همون خشم، انزجار، کینه، نفرت، حسادت، ترس و استرابه، که بعد گفتیم که تبدیل به افسردگی میشه. درمان پذیر هست، نترسین، ولی درست و اصولی با یه روانکاو خوب، روانشناس خوب حتما در تماس باشین، راحت میشین، نجات پیدا میکنین.